نمودن فرمودن کردن رسیدی، ببین معنی گرداندن میده یا نه. جهان را زیبا میکنیم، بذار میگردانیم، جهان را زیبا میگردانیم. ایول جواب میگیرم. چگونه میگردانیم؟ زیبا. کجا را؟ جهان را. ایول شد جمله چهار جزئی گذرا به مفعول و مسند. به این موضوع اعتراض شد. اوکی، خیلی خوب. به این موضوع اعتراض شد. گیر میکنی که فعلت اعتراض شده یا شده؟ میتونم بگم به این موضوع اعتراض بسیار شد، درسته؟ قید وسطش جواب میگیره، پس فعلت میشه چی؟ شد. یادت گفتم به شد رسیدی، ببین معنی به عمل آمدن میده یا نمیده. به این موضوع اعتراض به عمل آمد، درسته؟ چی به عمل آمد؟ اعتراض. فقط نهاد و چی میخواد؟ فعل میخواد. کم کم میفهمی این دانش قرار کجا به دردت بخوره. یکی دیگه، او خود را متمایز دید. گیر میکنی که متمایز دید فعلته یا دید؟ یه تر بنداز. او خود را متمایز تر دید، جواب میگیری. دید جزء کدوم افعاله؟ بگو تو رو خدا. گشیدش، باریکلا، گرفتن، شمردن، دانستن، یافتن، دیدن. قرار شد بپرسی معنی چی میده؟ معنی پنداشتن میده یا نه؟ میگم او خود را متمایز پنداشت، جواب میگیرم. چگونه پنداشت؟ متمایز. چه کسی را؟ خود را. ایول، اینم میشه چهار جزئی گذرا به مفعول و مسند. خب یه ذره دیگه اذیت میشی، بعدش کیف میکنی. یه کوچولو دیگه اذیت میشی، بعد دیگه رو سراشیبی میافتیم. خیلی خوب، میخوایم ببینیم مسند و مفعول و نهاد کجاها میان و چطوری باید بهاشون برخورد کنیم. آخرای کارها بچه ها، من دیگه قشنگ دارم آخرش رو جمع‌بندی میکنم بریم سراغ تست. میدونم تا الان سخت بوده، میدونم فشار روتون بوده، سخت‌ترین مبحث دستوره دیگه، ولی باور کن بریم تو تست کیف میکنی، حل میکنی و داریم قشنگ اصولی از بیس یاد میگیریم. آقا مسند کجا میاد؟ یادت باشه مسند همیشه بدون فاصله، بدون نشانه، کنار فعل مسند خواه میآید. یعنی چی؟ مسند بدون فاصله، بدون نشانه، کنار فعل مسند خواه میآید. مثلا فکر کن اینجا من یک فعل مسند خواه دارم. شک نکن که مسند همین بغل بدون فاصله بدون نشانه اومده. بیا بریم دو تا مثال با هم دیگه ببینیم. آقا مگه قبول نداری اینجا مثلا جهان را زیبا میکنی؟ فهمیدیم که میکنیم از مصدر کردن، کردن جزء سنفوکاس، چه کاری معنی گرداندن میده یا نه. وقتی که دیدیم جهان را زیبا میگردانیم داره معنی گرداندن میده، فهمیدیم که گذرا به مسند. همین الان گفتم مسند همیشه بدون فاصله، بدون نشانه، کنار فعل مسند خواه میاد. میکنیم یه فعلیه که مسند میخواد دیگه. مسندش هم شد چی؟ زیبا. ببین زیبا بدون فاصله، بدون نشانه، کنار فعل اومده. دید، دیدیم که اینجا معنی پنداش میده. وقتی معنی پنداش میده پس قطعا مسند میخواد، درسته؟ پس مسند قرار کجا بیاد؟ بدون فاصله، بدون نشانه، کنار فعل. پس متمایز میشه مسندش. یه نکته بگم، کف کنی، کف کنی به قرآن. بیا اینجا این بزنه تو کنکور بیاد، فقط بچه های خودمون میتونن حل کنن. کار تو چیست؟ کار تو چیست؟ عرفان میتونی چتو برام باز کنی؟ خیلی خوب، بیاید اینجا ببینم کار تو چیست؟ همه بگید ببینم. بچه ها تو چت بنویسید چیست مخفف چیه؟ چیست مخفف چیه؟ چیست میشه مخفف چه است، درسته؟ چیست میشه مخفف چه است. ایول ایول ماشالله.
ماشاءالله. بیا با من ببینم، بیا با من ببینم. به اصل بود باش رس، وای چقدر چت. به اصل بود باش رسیدی، میپرسیدی معنی وجود داشتن و قرار داشتن میده یا نمیده. بیا بریم چک کنیم کار تو چه وجود دارد. میتونم بگم؟ همه بگید، بگید میتونم بگم یا نه. کار تو چه وجود دارد؟ احمقانه است دیگه، نمیتونه جواب بده. کار تو چه قرار دارد؟